سلام وقتتون بخیر فرام عزیزی هستم مدرس زبان در خدمتتون هستم با تدریس کل کتاب آکسفورد ورد سکیلز سطح مقدماتی یا پایه یکی از بهترین کتاب ها در حوزه یادگیری لغت مجموع کتاب های آکسفورد ورد سکیلز هستند این کتاب ها داره سه سطح هستند سطح مقدماتی یا پایه سطح متوسط و سطح پیشرفته خب سطح مقدماتی و پایه مخصوص افرادی که تازه میخوان زبان رو یاد بگیرن برای دیدن آموزش همه درس های این کتاب میتونید به قسمت لیست پخش کانال برید و در اونجا آموزش کتاب اکسفورد ورد سکیلز سطح مقدماتی و پایه رو انتخاب کنید و همه قسمت ها و همه آموزش های این کتاب رو اونجا به صورت رایگان تماشا کنید. خب بریم به بررسی درس امروز رو پردازیم فقط قبل از شروع درس اگر از این ویدیو خوشتون اومد و براتون مفید بود ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو هم لایک کنید. سوالات و نظرات خودتون هم در قسمت کامنت بنویسید. خب امروز می‌خوایم درباره درس 12 صحبت کنیم. عنوان درس دوازده هست I can name parts of the body من میتونم نام ببرم قسمت های بدن رو نیم یعنی نام یا نامیدن نام بردن معنا میده پارتس یعنی قسمت ها بادی هم یعنی بدن کلمه اول رو دقت کنید head head یعنی سر این قسمت رو که مشاهده میکنید تمام این قسمت رو میگن head کلمه بعدی face یعنی صورت کلمه بعدی hair hair یعنی مو کلمه بعدی آی آی یعنی چشم کلمه بعدی ear ear یعنی گوش این تلفظ امریکنه ear ear این تلفظ بریتیشه ear ear کلمه بعدی nose نوز یعنی بینی کلمه بعدی چیک چیک یعنی گونه کلمه بعدی چن چن یعنی چانه کلمه بعد نک نک یعنی گردن کلمه بعدی شولر شولر یعنی شانه کلمه بعدی ماوث ماوث یعنی دهان بچا این کلمه رو با این کلمه اشتباه نگیرید یه ماوس داریم یعنی دهان یه ماوس داریم یعنی موش ماوث ماوس اینا با هم اشتباه نگیرید کلمه بعدی لپ لپ یعنی لب شما سیزده توث یعنی دندان توس دندان حالا جمع توث میشه تیث تیف تیف یعنی دندان ها کلمه بعدی چست چست یعنی سینه قفص سینه کلمه بعدی ستامک ستامک یکی از معنیش یعنی شکم یکی از معنیش یعنی معده، کلمه بعدی ویست 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 یعنی دور کمر این تصویری که اینجا مشاهده می‌کنید اینجایی ای که با متر اندازه گرفته این قسمت رو میگن ویست در واقع ویس بخشی از بدنه که بین دنده ها و لگن هست کلمه بعدی ریست 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 یعنی مچ دست کلمه بعدی هند هند یعنی دست لغت نوزده بک بک کمر از گردن تا پاها کلمه بعدی آرم آرم بچه از این قسمت تا این قسمت رو میگن آرم از شونه تا مچ دست رو میگن آرم کلمه بعدی بارم بارم کلمه بعدی ثام ثام انگشت شست کلمه بعدی فینگرز فینگرز انگشتان بعدی نی نی زانو کلمه بعدی لگ لگ یعنی پا کلمه بعدی فوت فوت از انگشتای پا تا مچ پا رو میگن فوت دقت کنید تفاوت لگ و فوت رو به این قسمت میگن لگ به این قسمت میگن فوت حالا جمع فوت هم میشه فیت کلمه بعدی انکل انکل مچ پا کلمه بعدی توز toes انگشتان پا خب به پایان این ویدیو آموزشی رسیدیم امیدوارم که براتون مفید بوده باشه با آرزوی موفقیت برای همه شما یا تیرندگان عزیز